امشب پیدایش باب 11 از آیه 26 تا باب 12 آیات 1 تا سه رو بررسی میکنیم داریم وارد یک سری وقایع تاریخی میشیم که پر از برکت پر از پند و اندرزهای الهیه برای ما ایمانداران و حتی برای اونهایی که میخوان خداوند رو بشناسن بریم به باب 11 آیه 26 و اینطور شروع میکنه تاره پس از هفتاد سالگی صاحب سه پسر شد به نام ابرام ناهور و هاران هاران پسری داشت به نام لوت هاران در همان جایی که به دنیا آمده بود یعنی اورکلدانیان در برابر چشمان پدرش در سن جوانی درگذشت. ابرام با خواهر ناتنی خود سارای و ناهور با برادرزاده خیش ملکه ازدواج کردند. ملکه دختر هارون بود و برادرش یسکان نام داشت. سارای نازا بود و فرزندی نداشت. تاره پسرش ابرام نوهش لوت و عروسش سارای با خود برداشت و اورکلدانیان را به قصد کنعان ترک گفت اما وقتی آنها به شهر هران رسیدند در آنجا ماندند تا در سن 25 سالگی در هران درگذشت باب 12 آیه یک خداوند به ابرام فرمود ولایت خانه پدری و خیشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را به دانجا هدایت خواهم نمود برو من تو را پدر امت بزرگی می گردانم تو را برکت می دهم و نامت را بزرگ می سازم و تو مایه برکت خواهی بود آنان این را که به تو خوبی کنند برکت می دهم و آنان این را که به تو بدی نمایند لعنت می کنن. همه این مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت خداوند کتابی رو که در دسترس ما قرار داده که تمامش الهام از خداونده در حقیقت افکار خداوند و اونچه که در قلب خداونده روی این صفحات نوشته شده در طی 1500 سال تاریخ 39 کتاب در عهد عتیق و 27 کتاب در عهد جدید به توسط چهل نویسنده بیش از چهل نویسنده ثبت شده و به دست ما رسیده عهد عتیق طوری تنظیم شده که وقایع و حوادث تاریخی رو که همینطور مرور میکنیم در عهد عتیق و بهش برخورد میکنیم در این فصلهایی که ادامه میدیم مثل داستانهای تصویری هستن که حقایق روحانی رو که در عهد جدید ذکر شده توصیف میکنن خب پس این کتاب رو میشه به دو بخش تقسیم کرد عهد عتیق عهد جدید عهد عتیق قبل از صلیب نوشته شد عهد جدید بعد از صلیب به عبارت دیگه میشه گفت اون چه که در عهد عتیق اتفاق افتاد تصویر برای ما ایمانداران امروز از اون چه که در زندگی روحانی ما در در حال انجام شدنه در حال شک گرفتنه برای همین خیلی مهمه که ما عهد عتیق رو بررسی کنیم مرور کنیم دانشوی عهد عتیق باشیم همینطور که عهد جدید رو بررسی و مرور میکنیم من بعضی وقتا میبینم که بعضی کلیساها به عهد عتیق زیاد اهمیت نمیدن چون فکر میکنن اگر این مطالب رو صحبت کنن و یه ذره از نمیدونم خشم خدا و اینجور چیزا توش پیدا کنن و بگن بعد اون موقع کلیساشون خالی میشه خب برای اینکه صندلی ها رو پر کنن میگن خب حالا اونجا نرین خدای عهد جدید خیلی مظلوم تر و خیلی صبورتره و خیلی بخشنده تره رو بریم بگیم و مردم رو جمع کنیم اینجا ولی بعد جمعی جمع میشن که در حقیقت شخصیت افکار و قلب خدا رو که در عهد عتیق توصیف شده نمیفهمن و برای همین در رشد روحانیشون ضعیف هستن برای همین ما از عهد عتیق شروع کردیم چون همینجوری که عهد عتیق رو مرور میکنیم داریم به حقایق روحانی که در عهد جدید برای ما نوشته شده بیشتر پی میبریم و عمیقتر در اونها رشد میکنیم پولس در عهد جدید اول قرنتیان باب ده آیه, یک اینطور میگه تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم در عهد عتیق اومد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم پس پولس میگه اون چه که در این عهد عتیق نوشته شده به صورت داستانهای تاریخی اینا وقایعی بوده که اتفاق افتاده و ثبت شده خب میگه اینها برای درسی برای درس عبرتی برای ما ایمانداران امروز خدا هم برای اینکه ما رو رشد بده در این زندگی روحانی در این سیر روحانی اینها رو برای ما گذاشته امیتور پولس در رومیان باب 15 آیه 4 اینطور میگه این مطالب از مدت ها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده بود تا به ما صبر و دلگرمی بیاموزد تا با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که خدا گناه و مرگ را نابود می کند پولس یک جنبه دیگه از این وقایه عهد عتیق رو برای ما باز میکنه و میگه اینها وقتی این وقایع رو ب... مرور میکنیم وقتی میشیم دانشجوی عهد عتیق مسائلی رو بهش برخورد میکنیم که شبیه مسائلی که دو زندگی خود ما داره اتفاق میافته مسائلی که ما داریم هر روزه باش دست پنجه نرم میکنیم و یه موقع میایم میگیم خدایا چیه جریان چرا حکمت ندارم بدونم چی کار کنم سر دوراهی واسدم نمیم این ور برم اون ور برم چیه جریان چی کار باید بکنم پولس داره میگه دانشجوی عهد حکمت پیدا میکنه و بعد با صبر و شکیبایی میتونه اون زندگی که روزمره باش داری دست پنچه نرم میکنه بگذرونه و برش غلبه کنه و زیرش خورد نشه برای همین خداوند به موسی گفت به قوم بگو که این کلام از دهان شما دور نشه این کلام هیچ وقت از جلوی شما دور نشه چون این چراغ راه پای شماست و این برکت برای شما اگر موندین میگی من چیکار کنم تو این زندگی چرا این چیزا برای سر من داره میاد نمیدونم چیکار کنم به سایکولوژیستا رجوع کردم اینا یه چیز میگن به نمیدونم دکترای مشاور رجوع کردم اینا یه چیز میگن نمیدونم به این رجوع کردم به این مکتب به این ور نمیدونم همه اینا یه حرف میزنن ولی هیچ کدومش کار نمیکنه آخر دیگه افتادم به قرص حالا چیکار کنم کلام خدا میگه اینا بیا دانشجو این کلام بشو بذار من بهت بگم این چیزهایی که داره تو زندگی اتفاق میفته فقط برای تو اتفاق نیفتاده این چیزها برای خیلی اتفاق افتاده، و این من اینجا ثبت کردم و این رازهای روحانی رو میخوام به تو یاد بدم که چجوری بر این چیزها غلبه کنی که تو دیگه خورد نشی زندگی تو تباه نشه تا بتونی با صبر و دلگرمی و با اشتیاق در انتظار روزی باشی که خدا گناه و مرگ رو نابود میکنه بنابراین داستان های تاریخی اتعتیق برای آگاهی درک و رشد روحانی در زندگی ایمانداران به دست خود خداوند طراحی شده به دست خود خداوند و یکی از این داستان های تاریخی اتعتیق در رابطه با زندگی ابراهیمه که در توصیف کننده شروع زندگی و رشد در ایمانه خب وقتی زندگی ابراهیم رو مرور میکنیم میبینیم شخصی که بود پرست بود میاد و چطور یک مشعلدار ایمان میشه و برای ما نمونه میشه میبینیم خداوند چجوری ابرام، ابراهیم رو میاره اسمش که اول ابرام بود میاره و بعد به ابراهیم تبدیلش میکنه اسم جدیدی بهش میده و او رو یکی از مشعلداران ایمان میکنه پس اجازه بدیم بریم بررسی کنیم و ببینیم اونچه که در زندگی ابراهیم اتفاق افتاد چطور امروز به ما مربوط میشه همینطور که گفتم اینجا میخونیم خداوند راجب ابرام داره صحبت میکنه ابرام اسم اول ابراهیم بود و بعد خداوند همینجور که مرور میکنیم این ها رو میبینیم که اسمش رو عوض میکنه و بهش اسم ابراهیم رو میده بنابراین وقتی اینجا دارم میگم ابرام همون ابراهیمیه که ما میشناسیم اوکی okay, پس اینا دو شخص جداگانه نیستن همون شخص هستن خداوند به ابرام فرمود که سه کار رو انجام بده خب در باب دوازه آیه یک میگه خداوند بهش گفت از سرزمینت بیرون بیا ولایت تو ترک کن خب مورد دوم خیشاوندان خودت رو ترک کن مورد سوم خانه پدریت رو ترک و خب شاید اولین بار این چیز رو میشنویم میگیم یعنی چی <applause> سرزمین رو ترک کنیم خانوادهمون رو ترک کنیم خویشاوندانمون ترک کنیم خدا میخواد همه رو از دنیا رو از هم جدا کنه یعنی چی ببینید عهد عتیق مثل سایه یک درخت میمونه خب مثل درختی میمونه که ما داریم سایهش رو نگاه میکنیم و متوجه نیستیم تنه این درخت دقیقت چیه شاخ و برگش چیه میوه چیه چه نوع درختیه خب عهد جدید اون درخته در حقیقت وقتی عهد جدید رو مطالعه میکنیم متوجه میشیم که عهد عتیق چی داره میگه خب رازهایی که در عهد عتیقه در عهد جدید برای ما مکشوف شده خداوند به ابرام میگه که از سرزمینت بیرون بیا و همینطور داره به ما میگه میگه از سرزمینت بیرون بیا وقتی این رو داره میگه در حقیقت این نیست که محلت رو کن کشورت رو کن بیا برو کشور خارج گرچه خیلی از ماها <applause> به این صورت اومدیم مسیر رو شناختیم خدا رو شناختیم آمین به این صورت اومدیم بیرون خود من وقتی که یادم کلاس سوم تجربی بودم کلاس یازده بودم ایران وسط سال تحصیلی به دلم اومد که باید از کشور بیام بیرون رفتم به پدرم گفتم بابا من من باید برم امریکا گفت چرا گفتم نمیدونم فکر کنم باید برم امریکا من فکر کنم بهتره اگه برم اونجا تحصیلات کنم بعدم با به برگردم به ایران با یک مدرک به دانشگاهی میتونم افسری برم خدمت سربازیمو به صورت افسری انجام بدم و شش ماه بهتر از دو ساله و اینا یه دلایل اینجوری آوردم ولی عجیب دلم اومد باید برم و پدرم عجیب گفت باشه من وسط تحصیلی مدرسه رو ول کردم سه هفته رفتم دوباره کار پاسپورت و ویزا و اینجور چیزا و بعد پذیرشم هم گرفتم از امریکا و برای تحصیلات برای های سکول دبیرستان من رو قبول کردن و اون تابستون من آزم امریکا شدم که بعد چهار ماه بعد انقلاب شد و من مشمول بودم موقع نمیتونستم بیام اگه تو ایران بودم و عجیب بود که خدا منو خون بیام بیرون و اومدم بیرون ولی نمیدونستم برای چی گفتم خب اومدم پزشک بشم و میخوام دکتر بشم و نمیدونم مهندس بشم و اینجور حرفا رفتم دنبال این برنامه ولی نمیدونستم که نقشه خداوند چیه نمیدونستم که دقیقا یه چیزی حدود 19 سال بعد 18 19 سال بعد خداوند منو ملاقات میخواد بکنه و منو نجات بده خودشو به من مکشوف کنه خب نمیدونستم و این اتفاق افتاد یا سال پیش خدا منو ملاقات کرد خودش رو به من مکشوف کرد من از خیالات واهمی که در رابطه با خدا داشتم و این دنیا همه رو به کلام خودش ربط داد و من متوجه شدم جریان چیه بنابراین این یک جنبشه خیلی از ما اینجوری اومدیم خداوند رو شناختیم ولی دقیقا منظور خدا این نیست که خونه و زندگیمونو ول کنیم کشورمون رو کنیم بلکه منظور خداوند اینه که زندگی گذشتمون رو ول کنیم یعنی زندگی که پر از سنت ها و رسومه خب زندگی که پر از بود پرستی هاست زندگی که دنبال پول مقام شهرته. خب و همینطور مذهب چون خیلی از ما مذهبی هستیم عذر میخوام بودیم Okay. خیلی از ما مذهبی بودیم خب دنبال هزار جور چیز میگشتیم که راهی به خدا پیدا کنیم که این قلب تشتمون آروم بگیره و همینطور که میبینیم ابرام در سرزمین اورکلدانیان زندگی میکرد کرد که یکی از متمدن ترین سرزمین ها یکی از ثروتمندترین سرزمین ها در اونجا باستانشناسان دانشگاه و کتابخونه ای پیدا کردن ولی در این حال سرزمین بود پرستی که الهه ماه رو میپرستیدن خداوند ابرام رو میخونه میگه بیا بیرون بیا گذشته تو ول کن آداب و رسوم و رو که پدران و اجدادت به تو دادن ول کن چون اینها تو رو دارن از خدای راستین دور میکنن تو متوجه نیستی که خدا کیه نمیشناسی داری یک سری بت رو میپرستی بیا بذار من خودم رو به تو مکشوف کنم برو جایی که من تو رو میفرستم تا منو بشناسی تا تو این سفر بفهمی من کی هستم بسیار از مردم امروز دوچار این بلا شدن میگن خب چون ما حس میکنیم خدا تو قلب من من, من شب و روز با خدا دارم راز نیاز میکنم بعد میگم کدوم خدا عزیزم میگه خدا دیگه همون بالاست دیگه یکیه دیگه مگه چند تا خداست نه درست یکی خدا واحده این کلام همینطور میگه و من قبول دارم خدا واحده ولی اسمش چیه شخصیتش کیه چجوری خودت، خودش رو به تو مکشوف کرده خب من نمیدونم دیگه من این چیزی که دو دلمه من از میکنم خدا با منه دیگه نه کلام خدا هم میگه خدا ما رو روحانی آفریده یعنی اون وجدانی رو در ما کار گذاشته که آگاهی از خدا داره یعنی ما مثل حیوانات نیستیم که نمیدونیم خدای اون بالاست حالا نمیدونم تو قلب حیوانات هم باید والا نبودم نمیدونم چیه شاید اونجا هم خدا گذاشته ها؟ ولی اقلا میدونم تو انسان این که دنبال خدا میگرده میخواد خالقش رو بشناسه این چیزیه که خداوند به انسان داده و اگر این وجدان ما داره در رابطه با آگاهی به خدا داره جستجو میکنه این دلیل نیست که خدا در داخل ما ساکن شده و با ماست نه <تصفح> ما را اینجوری آفریده که اون رو بشناسیم در یک نقطه زمانی میدونیم مسئله چیه؟ مسئله اینه که انسانی که این وجدان رو در خودش حس میکنه میاد مذهبی میشه میگه من میخوام خالقم رو بشناسم بنابراین چیکار کنم؟ خب خالقم فکر کنم شوناش انقده ریشش اینقده یه چیز گنده رو سرشه این خدای من ها؟ یکی دیگه میگه نه آقا رنگ پوستش سیاس اینجوری درازه قلمیه خب یکی دیگه اینجوری مجسم شد. یکی میگه اصلا هیچی نیست هیچ جوری نه رنگی داره نه بویی داره هیچ چی اصلا نمیتونی بفهمی کیه نمیفهمی چیه هر کی داره بر خودش یک خدایی رو مجسم میکنه تو ذهن خودش و میدونید اشکال چیه؟ برای اینکه انسان محدوده انسان محدود نمیتونه خدای نامحدود رو درک کنه و بفهمه مگر اینکه خدای نامحدود بیاد خودش رو به انسان محدود آشکار کنه و خدا همین کار رو کرد گفت من این مغز 300 گرمی شما نمیتونه منو درک کنه من خدای نامحدودم تمام 11 ابعادی رو که فیزیک الان به کشف کرده می خیلی فراتر از این 11 ابعادی هستم که شما درک کردین. چطور میخوای منو بشناسی مگر اینکه من بیام جسم بپوشم بیام بین شما و خودمو به شما مکشوف کنم شخصی کناری یه مزرعه را میرفت همینجوری که قدم میزد این زمین رو نگاه میکرد که آماده بود برای شخ زدن نگاه میکنه یک لونه مورچه میبینه اونجا که مورچه ها در حال فعالیتن دارن دونه میبرن تو این لونه نمیدونم هزار جور فعالیت که داشت لونه رو نگاه میکرد جلو رو نگاه میکنه میونه تو این مسیر لونه یک تراکتور شخم زن داره میاد با چنگاکا توی زمین این شخص همینجوری که به لونه نگاه کرد به این تراکتور نگاه کرد گفت تا چند دقیقه دیگه این تراکتور میاد این لونه رو زیر و رو میکنه تمام اینا رو صاف میکنه میره تمام این مورچه ها میلیون ها مورچه رو عبه میبره همینچه که قدم میزد فکر میکرد میگفت واقعا آدم چجوری میتونه بره به این مورچه ها بگه ای بابا خطر خطر تراکتور داره میاد نابودتون میکنه فرار کنین هرچی فکر کرد گفت نه مثل که باید واقعا آدم مثل مورچه بشه دقیقا باید همون مورچه بشه بره بین خودشون بگه خطر خطر بابا داره تراکتور میاد بذار بهتون بگم تراکتور یعنی چی ها بذار بهتون بگم چه بلایی میخواد سرتون بیاد آگاهتون کنم تو این چند دقیقه و بعد اون موقع است که شاید راهی باشه برای نجات این مورچه ها و واقعا این داستان ماست داستان زندگی ماست ما یک سری مورچه ایم در حضور خداوند یک سری مخلوق محدود و خدای نامحدود جسم میپوشه میاد مثل ما میشه محدود میکنه خودشو در بود انسانی که بیاد به ما بگه خطر خطر جهنم شما در راه حلاکت این گناهان شما داره شما رو میاره می به سوی حلاکت من چارم من فقط چارم بیاین و بذارین من نجاتتون بدم و خداوند این کار کرد اومد اومد که ما رو نجات بده بنابراین هیچ وقت مذهب نتونسته انسان رو به خدا نزدیک کنه در حقیقت انسان رو گم کرده و یک سرپوشی گذاشته روی انسان که نتونه حقیقت رو بفهمه نتونه خدا رو بشناسه و نجات پیدا کنه میلیون ها میلیون بیلیون ها میلیون میلیارد ها میلیارد چه میدونم مذهبی هستن و یک چیز رو برای خودشون درست کردن و دارن باش حلاک میشن و عیسی مسیح اومد دو هزار سال پیش و دو هزار سال این کلامش داره فریاد میزنه که ای انسان در خطری برگرد به سوی من تا نجات پیدا کنی مورد دومی که خداوند از ابرام خواست این بود که خیشاوندان خودش رو ترک کنه و باز داریم به سایه درخت نگاه میکنیم حالا برگردیم به درخت نگاه کنیم ببینیم منظور خداوند چیه به عبارت دیگه از لحاظ روحانی همینطور که بین ما و خیشاوندان ما وابستگی وجود داره همینطور ما خودمون رو در وابستگی میبینیم در رابطه با نظر مردم نسبت به ما افکار مردم نسبت به ما سنت های ملی آداب و رسوم و فرهنگ های اجتماع ما فشار خانواده دوستان آشنایان حتی فشار کارمند و کارفرماها به ما باور کنید شاید خیلیاتون تجربه کردین اینو که وقتی میان به کلیسای خدا میخواین کلامش رو بشنوین چطور یهو به شما حمله میشه در این روابط دوستان آشنایان خانواده همه یهو میبینی هم بر علیه شما میشن بابا دارم میرم خونه خدا دارم میرم کلامش رو بشنوم نه تو رو دیگه تردت میکنم تو دیگه ترد شده ای اسمت رو از رو... اسمم رو از رو تو برمیدارم آقت میکنم سر کار میمونین یکی ایمان میاره فردا بیرونش میکنن به خاطر عقیده ای که پیدا کرده حتی جونش در خطر میفته تو خیلی از ممالک یکی که مذهبش رو عوض میکنه و مسیحی میشه سرش رو میبرن اعدامش میکنن ولی با این وجود خداوند میگه که ای ابرام بیرون بیا خیشاوندان تو ول کن ولایت تو ول بل کن خیشاوندان تو نترس از این چیزا بیا دنبال من چون من میخوام خودم رو به تو مکشوف کنم مورد سوم خداوند از ابرام خواست که خونه پدری خودش رو ترک کنه یعنی اون آدم قبلی که بود اون رو ترک کنه تا بیاد اجازه بده خداوند اون رو به خلقت جدیدی تبدیل کنه از اون شخصیت جدیدی بسازه آدمی که فقط دیگه به خودش متکی نیست به ثروتش به پولش به مقامش به شهرتش به استعدادهاش متکی نیست بلکه کاملا اتکاش رو میده به خدایی که زنده است خدایی که او رو آفریده خدایی که خالقشه خدایی که تمام افکارش برای مخلوقش سلامتیه خدا هم میگه بیا تا من از ابرام ابراهیم بسازم از کسی که بود پرست بود کسی بسازم ایماندار که در ایمان میشه دوست خدا همینطور که کتاب مقدس میگه میشه یکی از مشل داران ایمان و برای ما نمونه میشه میگه بیا من تو رو از کسی که به آداب و رسوم گذشته چسبیده تا چیز دروغ چسبیده بودی من آزادت کنم و تو رو در خودم شخصیت جدیدی کنم و تو از این روز به بعد با ایمان زندگی میکنی ایمانی که تو رو استوار نگه میداره و نمیذاره این دنیا و حوادث این دنیا تو رو خورد کنه وقتی کلام خداوند رو شاید بر اولین بار میشنویم و یا در حین اینجور دور هم جمع شدن بعضی از ما فکر میکنم هنوز در اون سرزمین اورکلدانیان داریم زندگی میکنیم هنوز یا به خودمون متکی هستیم یا به چیزایی که دور و برمونه یا به آداب و رسوممون چسبیدیم یا هزار جور فلسفه ها و افکاری که باش بزرگ شدیم سرزمین اورکلدانیان سرزمین بود که سرزمین تاریکی بود سرزمین قحطی بود از لحاظ روحانی سرزمین غم و قصه بود سرزمین بودها بود سرزمین خرافات بود و در حقیقت و در نهایت سرزمین مرگ بود و خدا میگه بیا از اینجا بیرون بیا بذار من تو رو تبدیل به شخصیت جدیدی بکنم که استوار میزده و اینا حرف نیست زندگی های ما یکی یک شهادت میده این بر ما اتفاق افتاده خود من سه دفعه دست به خودکشی زدم یک آدم سویسایدال یک آدمی که لب مرز بود که جون خودش رو بگیره خداوند شخصیتی ساخته که الان اینجا دارم <applause> نمیدونم دنیا رو تشویق میکنم یازده سال گذشته ها چیزی نگذشته در این مدت کوتاه خداوند چطور خود من رو عوض کرده شوهری که به زن و بچه زیاد اهمیت نمیداد الان اونا رو مثل تخم چشش محبت میکنه آه؟ و هزاران هزار شهادت دیگه هست که میتونم اگه یه روزی وقت بشه خداوند وقت به ما بده اینها رو بیارم روی تصویر این تلویزیون های دنیا و همه ببینن و بشناسن که خداوند ما خدای زنده و حقیقیه و این چیز رو که گفته انجام میده اینا یه مش خیالات نیست باور کنید اگه میخواستیم با خیالاتمون زندگی کنیم خیلی کارهای دیگه میتونستم الان انجام بدم پولش هست وقتش هست همه چیزش هست خود شما شاهدین این نیست که گربه میگن دستش به گوش نمیرسه میگه ابو میده ها خود شما شاهدین از زندگی من خبر دارین خب میتونستم خیلی جای دیگه باشم تو خیلی تفریحای دیگه باشم الان دور دنیا مسافرت کنم ولی خداوند از اون ابرام شخصیت جدیدی ساخت که ابراهیمه و شکرش برای خداوند و یه موقع بر ما سخته هنوز اون سرزمین اورکلدانیان داریم دست پنجه اونجا نرم میکنیم داریم جنب جوشی داریم فکر میکنیم خبری اینجا ولی از این حال میایم کلام خداوند رو میشنویم و میگیم این حقایقی که داره گفته میشه چیزهایی که وجود من داره میگه درسته حقیقته و نمیتونم اینا رو انکار کنم نمیتونم ردش کنم نمیتونم از اینجا برم بیرون دیگه بیخیال باشم متوجه میشم چیزی داره گفته میشه اینجا که حقیقته خب دارم میبینم زندگی عزیزان رو دارم میبینم که چجوری استوار ایستادن با تمام سختی ها و بلاهایی که بر سرشون میاد چطور در ایمان ایستادن و دارن جلو میرن خدا رو شکر خدا رو شکر برای خدا میخواد بیایم ما جمع بشیم و این شهادت ها رو به هم بدیم همدیگر رو بنا کنیم و واقعا من چقدر دعا میکنم که هموطنان ما در روح قدوس خدا بیدار شن و متوجه شن که خداوند چه چیز عظیمی رو برای اونا کنار گذاشته چه چیز عظیمی رو دارن دست میدن چه برکت عظیمی رو میخواد نصیب اونا کنه من ها دارن از دست میدن دعای من واقعا این میدونم دعای همه شما عزیزان آیا کسی صدای خدا رو میشنوه کسی هست که در سرزم... سرزمین اورکلدانیان داره زندگی میکنه سرزمین تاریکی و خداوند داره امشب باش صحبت میکنه میگه بیا بیرون رها کن نترس بیا بیرون بیا بیرون تا من به تو بگم خدای راستین کیه تا خودم رو به تو مکشوف کنم کسی هست خداوند دائما داره فریاد میکنه بیا بیرون ای ابرام خداوند میگه افکار من افکار شما ها نیست و نه راه های من راه های شما چون خیلی از چیزهاست در طی این زندگیمون به ما خوروندن که دروغ های شیطانه خیلی چیزا و خرافات رو باور کردیم و فکر میکنیم اینا حقیقته و به اونها چسبیدیم و خدا میگه بیا بیرون چون راهی رو که من به تو میدم راهی نیست که خودت برای خودت انتخاب میکنی بلکه اون راهیه که من تو رو توش میذارم و اون تو اون مسیر روحانی من خودم رو به تو مکشوف میکنم و تو میفهمی که من کی هستم خداوند ما رو میخونه که افکارمون در مسیح تازه شه و ما خلقت جدیدی بشیم دوم قرنتیان باب پنج آیه 17 میگه کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود او دیگر آن انسان قبلی نیست او زندگی کاملا تازه را آغاز کرده است از اون لحظه که یک شخص متوجه میشه گناهکاره و احتیاج به خدا داره و متوجه میشه تنها نجات ای که برای او فرستاده شده عیسی مسیحه و اعتراف میکنه و میگه خداوند بیا تو قلب من زاکشا منو نجات بده من به تو احتیاج دارم میگه از اون لحظه اون شخص آدم جدیدی شده خلقت جدیدیه چرا چون الان شروع میکنه از اون لحظه به بعد کلام خدا رو فهمیدن متوجه میشه روح خدا داره باش چی صحبت میکنه آرامش و اون صفایی رو که خدا داره در وجودش ساکن میشه و متوجه میشه یک اتفاقی افتاد. من آدم قبلی نیستم چون وقتی این حوادث تو زندگی من اتفاق میفته قبلا میدویدم دو تا شیشه قرص خالی میکردم که بتونم چشمامو باز نگه دارم ولی الان میبینم استوار ایستادم احتیاج به این قرص ها ندارم اچ این, این مشوره های غلط دکتران ندارم چیزی در من اتفاق افتاده دارم متوجه میشم امور روحانی چیه دارم متوجه میشم چی داره میگذره تو این دنیا کلام خداوند میگه اون شخص از اون لحظه که مسیر رو وارد قلبش کرد خلقت جدیدی شده خلقت تازهیه شکر و با صدای خدا که ابرام رو میخونه خداوند سه قول بزرگ به ابرام میده در پیدایش باب دوزه آیت دو و سه یکی اینکه من تو را پدر امت بزرگی میگردانم خب که میبینیم در واقعیت تاریخی این قول انجام شد و در حقیقت ابرام یعنی ابراهیم پدر قوم یهود شد و از ابراهیم قوم یهود بود وجود اومد ولی از لحاظ روحانی خداوند داره به ما چی میگه اینجا در کتاب مقدس میبینیم که هر ملتی از یک شخص شروع میشه و این شخص خانواده دار میشه خانوادهش تکثیر پیدا میکنه و بعد ملت رو تشکیل میده یهودیا ها معتقدن وقتی یک شخص یک شخص, شخص رو به قتل میرسونه در حقیقت یک ملت رو نابود کرده نه فقط یک شخص رو و در واقع همینه میبینیم که تا مقدس این تفسیر, این تفسیر رو بر ما گذاشته که یک ملت در حقیقت از یک شخص شروع میشه در حقیقت این داره راجع به اون زندگی ابدی با ما صحبت میکنه زندگی که پایان نداره حیاتی که جاویده و از یک شخص در یک بره زمان شروع میشه که خداوند رو میشناسه و به او ایمان میاره و بعد تا ابد زندگی خواهد کرد چون میدونید یک ملت همیشه برمیگرده به اون جد خودش نگاه میکنه و میگه ما از اون هستیم خب یهودیان میگن می نگاه میکنن میگن پدر ما ابراهیم و در داره اینجا در عهد جدید داره میگه که ما زندگی ابدی رو خواهیم یافت با شناخت خدا رومیان باب 6 آیه 23 رومیان باب 6 آیه 23 میگه زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است او هر که اما هر که به خداوند خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است دستمزد گناه مرگ اون چیزی که مرگ برای ما میاره. اون چیزی که گناه برای ما میاره مرگ این پاداشی که در رابطه با گناه به ما میرسه تو این دنیا و همه ای ما گناهکار بودیم همونجوری که کلام خداوند میگه همه ای ما در راه هلاکت بودیم ولی میگه اون کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره پاداش او زندگی ابدی و جاویده خداوند به ابرام گفت ولایت خانه پدری و خویشاوندان خودت رو رها کن و من به تو حیات ابدی میبخشم من تو رو پدر امت بزرگی می کنم یعنی من زندگی تو رو تا ابد ادامه میدم و این نقشه خداست برای انسانها انسانهایی که در راه هلاکتن ولی خداوند میاد در یک بره از زمان قرار میگیره بین ابدیتی که در مرگ و اون شخص و اون شخص رو مبدل میکنه که به سوی دیگه برگرده به سوی که حیات جاویده در حضور خدا شکر برای جلال خداوند شکر برای قدرتش و شکر برای محبتش که این کار رو برای یکی که ما انجام میده قول دوم خدا به ابراهیم این بود که تو رو برکت میدم و نامت رو بزرگ میسازم و تو مایه برکت خواهی بود و وقتی زندگی ابرام رو مرور میکنیم میبینیم خداوند ابرام رو برکت داد بهش ثروت داد سرفرازش کرد و ابرام شخصیتی با و موثر شد برای بسیاری از مردم و یه موقع فکر میکنیم میگیم به به خب میان مسیحی میشم دیگه خدا گفته ثروتمندت میکنم توی تلویزیون ها دیدین <laughs> میگم بیاین براتون دعا کنیم 100 دلارتون رو بفرستیم براتون دعا میکنیم و این 100 دلار شما تبدیل میشه به ده هزار دلار خب این نمیدونم یه دونه آشغال میارن توی تلویزیون میگن اینو بخرین 100 دلار بعد وقتی که این به دستتون رسید شما دستتون بذارین روی این که ما داریم برای شما دعا میکنیم این تو دستتون طلا میشه یا این باعث برکتش میشه حساب بانک شما نمیدونم بالا میره یا اینکه کریدیت کارت های شما رو همه رو به صفر میرسه و مردم بیچاره واقعا نمیدونم چی بگم شخصی میاد با کت سفیدش اونجا کت سفیدش میندازه 20 نفر رو همدیگه دیگه میخوابن قش میکنن بعد میگن این حضور خداست باور کنه این ملت ایران گول این چیزها رو نخونی خواهش میکنم هیچ چیزی از این چیزها رو ما تو این کلام نمیبینیم اینها یک مو شو اینا دارن پول در میارن از جیب شما رو خالی میکنن عقلای شما رو میدوزن اینها واقعا شیطانن خواهش میکنم به این چیزا گوش ندیم ثروتی رو که خدا در کلامش به ایمانداران وعده داده عیسی مسیحه تو این کلام هیچ جایی نمی بینین که خداوند در عهد جدید گفته که من شما رو ثروتمند می سازم دلار دلار می تو جیبتون هیچ کدوم از این وعده آره ها رو نداده اگه کسی به شما اینجور تعلیم میده از اون کلیسا پاشیم فرار کنیم چون چیز بعدی که به شما میگه همینه همین الان صندوق میارم شما پولاتو بریز اینجا و بعد ببین چه پولات زیادتر میشه جیباتو خالی میکنن خب خداوند این وعده رو نداده گفته عیسی مسیح اون ثروت شماست پولس در رومیان باب 11 آیه 33 میگه و که چه خدای پرجلالی داریم حکمت و دانش و ثروت او چه عظیم است میگه چه خداوندی چه ایسای عزیزی داریم ثروت و حکمت و دانش او چقدر عظیمه و خداوند مسیر رو به ما داده و میگه تمامی ثروت حکمت و دانش او از آن شماست از آن شماست و واقعا آیا این سه چیزی نیست که تمام دنیا داره تو سر کله خودش میزنه که به دست بیاره ثروت حکم، حکمت و دانش واقعا فکرش کنین این سه تا چیزی که تمام دنیا رو به خودش کشیده و فکر میکنن به دست میارن این دروغه که شیطان تو باغ عدن تو باب پیدایش باب سه به دنیا خوروند که بیا از این درخت بخور تو حکیم میشی تو خدا میشی تو همه چیز خواهی داشت تو دیگه احتیاجی به خدا نداری حالی کلام خدا نورش رو میتابونه برای این دروغا من میگه اینا دروغای شیطانه قبول نکنین اون عیسی مسیحه که در عیسی مسیح شما حکیم ثروتمند و پر از دانش میشید و میگه وقتی من رو دارید مسیح میگه میگه تمامی شما میراث من هستید هر چی که من دارم از آن شماست و وقتی خداوند میگه که من شما رو سرافراز میکنم برای این به این منظور نیست که هزاران هزار نفر بر ما دست میزنن و هورا میکشن ما سرافراز شدیم بله نه به این منظور نیست خداوند داره راجب حرمت و سرافرازی ابدی صحبت میکنه حرمتی که خدای پدر در عیسی مسیح برای ما قائل میشه چون ما مسیح رو بهش ایمان آوردیم و او رو قبول کردیم خدای پدر ما رو حرمت میذاره ما رو سرفراز میکنه حرمتی که این دنیا قبولش نداره حرمتی که ما رو هم ردیف داران ایمان میکنه مثل ابراهیم مثل نو مثل خنوخ مثل یعقوب اسحاق مثل موسا مثل یوشع عیسی مسیح در یوحنا باب دوازده آیه 26 فرمود که هر که مرا خدمت کند پدر او را حرمت خواهد داشت و چجوری مسیح رو خدمت میکنیم درسته میدویم خیلی فعالیت ها میکنیم ها؟ ولی مسیح گفت ای پتروس منو دوست داری گوسفندای منو قضا بده خدمتی که مسیح میخواد از ما اینی که به او دو دستی بچسبیم به مسیح بچسبیم و بعد کلام او رو به دنیا برسونیم پیام او رو برسونیم و میگه هر کی که این کار رو بکنه پدر من پدر آسمانی او رو حرمت خواهد گذاشت و خداوند به ابرام گفت و تو مایه برکت خواهی بود یعنی تو وسیله خواهی بود در دستای خداوند که دیگران رو برکت بده و در نتیجه چیزی که ما در ازاش دریافت میکنیم چیه؟ شادی وقتی خداوند ما رو وسیله قرار میده برای برکت دیگران باعث رشد و تقویت دیگران برای اینکه بیان به سوی خداوند و آزاد شدن از هزار بند و خرافات و هزار جون مذهب و سختی و غم و و اون شخص مبدل میشه شادی که اون شخص دریافت میکنه بی نظیره. شادی که اون شخص وسیله شده در رابطه با این شخصی که به سوی خداوند اومد بی نظیره. نمیدارم چند نفر از شما این را تجربه کردین واقعا نمیشه با هیچ چیزی تو این دنیا مقایستش کرد و واقعا یه موقع فکر میکنم میگم شاید وسیله بودیم برای رسوندن کلام خدا به اشخاصی که در حال خودکشی بودن و خداوند میاد از طریق این کلام اونها رو برکت میده شفا میده و اونها رو به سوی خودش میاره و استوار میکنه شاید وسیله بودیم برای حکمت در موقعیتی که خداوند خانواده ای رو میبینیم که در حال پاچیدن بود از هم و خداوند ما رو وسیله قرار میده که حکمت رو بیاریم تو اون خانواده و سوار کنیم و این عزیزان رو به هم برگردونیم و بعد میبینیم چه جوری صلح و صفا محبت در زندگیشون مستقر میشه و اونها به هم دیگه میچسبن و یکی میشن شاید وسیله بودیم برای تشویق در زندگی اشخاصی که از خدا مایوس بودن دیگه گفتن بابا اگه خدا اینه ما نخواستیم مثلا هیچ نمیخوایم و بعد کلام خداوند رو آوردیم در محبت تحملشون کردیم و اونها رو تعلیم دادیم که خدای راستین رو بشناسن و بعد خداوند رو با تمام قوت و محبت و دل جونشون دوست داشتن و محبت کردن دعای من هر کدوم از ما وسیله ای باشیم نیکو در دست خدا و خداوند وسیله هایی رو که تقدیس میکنه از خاصی که خودشون رو جدا میکنن از دنیا و از گناهان دنیا و خودش رو وسیله قرار میدن در دست خداوند خداوند کارهای عظیمی از اونها میکنه و دعای من برای یکی که شما اینه و بعد قول سوم خدا به ابرام این بود که آنانی را که به تو خوبی کنند برکت می دهم و آنانی را که به تو بدی نمایند لعنت می کنم همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت در یوحنا باب یک آیه دوازه میگه اما عیسی مسیح به تمام کسانی که به او ایمان آوردن این حق را داد که فرزندان خدا گردند خب اونایی که به مسیح ایمان آوردن فرزندان خدا شدن در فرز ما فرزند خونده هستیم اوکی خداوند ما رو به فرزندی خودش گرفت میدونین داره چی میگه میگه خدای پدر مثل فرزندش ما رو دوست داره ما که پدر انسانی هستیم خب بچه های من مثل تخم چشم من میمونن کسی بخواد انگشتش بیاره نزدیک تخم چشم من من خیلی ناراحت میشم ها کسی بخواد قدچه به بچه های من وارد کنه خون من به جوش میاد چه بیشتر خون پدر قدوس آسمانی ما ها و در رومیان باب هشت آیه سی میگه اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد ببینید وعده خدا داره به ابرام میده میگه تو برو به راهی که من تو رو هدایت میکنم در این راه من از تو کاملا محافظت میکنم کسی بخواد به تو بدی کنه داره با من طرف میشه کسی به تو خوبی کنه من محبتش میکنم من برکتش میدم تو نترس تو بیا و کلام خداوند داره میگه اگر تو خودتو به من بچسبونی اگر تو با من باشی کی میتونه بر ضد تو قیام کنه کدوم ملتی کدوم شریری میتونه بر علیه تو بلند شه تو بیز در ایمان با من و این کلامی رو که به تو میگم به دلت حق کن که همیشه من با تو هستم حتی اگه دوربر تو تقیان تو پیدا میکنه حتی اگه دوربر تو خیلی شلوخ میشه ولی تو بدون من دارم از تو محافظت میکنم من تو رو برکت میدم اونی که به تو میخواد صدم بزنه با من طرفه عیسی مسیح در متا باب 10 آیه 42 میگه فرمود عیسی مسیح اگر کسی به یکی از کوچکترین شاگردان من به خاطر اینکه شاگرد من است حتی یک لیوان آب خنک بدهد او برای این کارش پاداش خواهد یافت آمین عیسی مسیح میگه حتی یک آب خنک یه لیوان آب به شما بدم من این رو زیر سیبیلی در نمیکنم. من پاداش این شخص رو میدم کوچکترین کارها تشنم از بیا آب خدا هم میگه چون تو فرزند من هستی و این تو رو اینجوری برکت داد میگه پاداش داره در رابطه با من من پاداشش رو میدم یه جنبه دیگه قول خداوند به ابرام در این رابطه اینه که هر جایی که تو بری خداوند گفت تو یا برکت خواهی بود یا لنت خب در حقیقت این یه جنبه دیگه است که خداوند در این کلامش به ما میگه میگه هر جایی که تو بری یا برکتی یا لعنت خب یعنی خداوند اون چنان در زندگی روحانی ما خودش رو نمایون میکنه که وقتی با اشخاص روبرو میشیم به دو قسمت تقسیم میشن این گروه این افراد یا ما رو میپذیرن یا کاملا دشمن ما میشن خب تجربه کردین اینو <applause> من فکر کنم همه ما حداقل اینو چند مورد تجربه کردیم ها خدا من میگه یا به من ایمان میارن به عیسی مسیح ایمان میارن و حیات ابدی رو دریافت میکنن یا دشمن تو میشن منو رد میکنن و هلاک میشن پولس در دوم قرنتیان باب دو آیات 15 و 16 میگه بریم به دوم قرنتیان دوم قرنتیان باب دو آیات 15 تا 16 میگه و از آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد ما برای خدا عطری خشبو هستیم عطری که بوی آن به مشام همه می رسد چه گناهکار و چه نجات یافته برای آنانی که در راه گناه گام بر می دارن و به سوی هلاکت می ما بوی هراسنگیز محکومیت و مرگ هستیم اما برای آنانی که در طریق نجات گام بر می دارن عطری هستیم که به همه چیز تراوت و حیات تازه می بخشد. وقتی خداوند خودش رو مکشوف میکنه در زندگی ما افرادی که با ما مواجه میشن به دو گروه تقسیم میشن یا خداوند رو میپذیرن و حیات ابدی رو پیدا میکنن یا او رو رد میکنن همینطور ما رو رد میکنن و محکومیت و حلاک نصیبشون میشه عیسی مسیح در لوقا باب دوازه آیات 51 تا 53 اینطور فرمود لوقا باب 12 آیات 51 تا 53 عیسی مسیح فرمود آیا تصور میکنید که آمدن من باعث صلح و آشتی مردم با یکدیگر میشود نه بلکه به خاطر من مردم با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد و خانواده ها از هم پاچیده خواهند شد دو نفر به جانب من خواهند بود و سه نفر به ضد من نظر پدر خانواده در درباره من با نظر پسرش متفاوت خواهد بود همچنین مادر با دختر و عروس با مادر شوهر اختلاف نظر پیدا خواهند کرد خداوند اون چه که حقیقت تو کلامش گفته اون چه که واقعیت داره میگه مسیح گفت وقتی من میام تو زندگی شما وارد میشم این پیرو به خودتون بمالین حتی خیشاوندان خودتون بر علیه شما میشن به خاطر که میخوان منو رد کنن و خیلی ها گفتن مگه مسیح نیمد سرور صلح سل سلامتی که همه یک دل کنه همه یکی کنه در هم ها؟ بله موقعی که همه به مسیح ایمان بیارن و اونو به عنوان خداوند و منجیشون قبول کنن ولی اگر اینطور نباشه برای اونا میدونین چیه؟ همینجور که ما را میریم فریاد محکومیت و مرگ که اونا میشنون و میبینن برای همینه متنفر میشن از ما برای همینه نمیخوان توی خونه خداوند بیان و این کلام رو بشنون جدا میشن برادر از برادر خواهر از خواهر دوستان از دوستان فامیل از فامیل پس در نتیجه خداوند عیسی مسیح که ما به او ایمان داریم و حتی به کسانی که هنوز ایمان نیاوردن این رو میگه میگه میخوای بدونی خدای راستین کیه خدای حقیقت کیه میخوای زندگی تو مبدل شه میخوای شادی قوت حیات در زندگی تو مستقر شه میگه این کاری که میکنم بکن ولایت تو ترک کن خانه پدری تو ترک کن خیشاوندان تو ترک کن و بیا با من همسفر شو آداب رسوم تو بذار کنار سنت ها و فرهنگ تو بذار کنار خرافات و مذهب تو بذار کنار تکیه به خود تو بذار کنار شهرت و مقام و پول تو بذار کنار اینها نمیتونه خدای راستین رو به تو معرفی کنه اینها رو بذار کنار بیا با من هم سفر شو بیا با هم بریم اون جایی که من میخوام تو رو ببرم و در طی این سفر تو منو خواهی شناخت و تو خلقت جدیدی خواهی شد و در نتیجه چی آید ما میشه با شناخت خدای عظیم حیات جابی جاوید حیاتی که همه این ما براش تشنه ایم و خدا رو شکر برای اون حیاتی که در قلب یکی که تو نطریق روح القدس روان شده. اون آبی که تا ابد روانه و تشنگی یکی رو برطرف میکنه.